دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم توی این ویدیو پسوند دنبری و دانبری رو داریم قبل از اینکه بریم سراغ درسمون قلم و کاغذتون رو حاضر بکنید یادداشت بکنید و تکرار بکنید که راحتتر بتونید این رو ملکه ذهنتون بکنید. زیاد استفاده میشه و درس مهمی هستش خب شروع بکنیم اینجا ما پسوند دانبری رو داریم اولا بری دانبری دانبری اینا یعنی مثلا از وقتی که فلان اتفاق افتاده تا الان آه اینا به این صورت هستن که برای کلماتی که در هجای آخرشون آ، او، او و او هست پسوند دانوری رو داریم اگر حروف فستکشی شاب اینجا نوشتم این پایین اگر اینا باشن چون د به ت تبدیل میشه تانبری خواهد بود خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته در این پسفند ولی خب گفتم که بگم یه چند تا مورد انگشت شمار هستش که این اتفاق میفته اگر در هجای آخر کلممون یکی از این صداهای ا، ای، ای، و ای رو داشته باشیم پس به شکل دن بری و یا تن بری خواهد بود دو حالت داریم یکی این که اسم باشه یعنی اسم یه زمانی باشه بعد این پسفند بیاد مثلا دوندن بری یعنی از دیروز تا الان اکشامدان بره از دیشب تا الان دون گجدن بری از شب گذشته تا الان جمادان بری از جمعه تا الان پرشنبهدم دم بره از پنجشنبه تا الان صباه بره از صبح تا الان گچ بره از گذشته تا الان این دو مورد آخر رو نگاه بکنید. صدای ه رو داریم قبل از اینکه د بیاد به خاطر همون تبدیل به ت شده اینجا هم صدای ش رو داریم قبل از اینکه ده بیاد و ده تبدیل به ت شده یه موردی که خواستم راجع به تلفظش صحبت بکنم این هستش که صدای ای وقتی در آخر یک کلمه ای در زبان ترکی میاد کاملا ای تلفظ نمیشه یعنی نمیگیم بری مثل بری فارسی نیست یه مقدار خفه تر اون آخرش یه حالت وقفه یه حالت وقفی داره که صدای ای رو یه مقدار بسته تر میکنه زن نمیگیم دوندن بری میگیم دوندن بره اه یه صدای بی خود بسته داره یه خود جمع جورتر تلفظ میشه ام در دو حالت من اینها رو طبقه بندی کردم یعنی فرمول بندی کردم یکیش میتونم اینجوری بگم که فعل گذشته اول شخص جمع رو داریم یعنی فعل به اضافه دیگر در چهار حالت بعد پسوند مالکیت رو داریم خب که مثلا نشون بده این فعل رو چه کسی انجام داده بعد دنبری و دانبری رو داریم یعنی از وقتی فلان کس این کار رو انجام داده یعنی مثلا از وقتی که مثلا این فعل توسط این فعل توسط شخصی که اینجا مشخص میشه انجام شده تا الان فرمول بندی بعدی اینجوری هستش که فعل رو داریم بعد به این شکل این پسفند دیک رو به چیز به این پسوند مالکیت وصل کردیم چون این پسوند وقتی وصل میشه که تبدیل به غ میشه این به این شکل در میاد تو بعضی از جاها یعنی فرمول اینجوری میدن بهتون در صورتی که اصل فرمول این هستش این فعل رو داریم این پسفند مالکیت داریم که مثلا مالک این فعل این شخصی هستش که در اینجا مشخص شده این فعل متعلق به شخصی هستش که اینجا مشخص میشه حالا خلاصش بخوایم بکنیم این شکلی میاد یعنی فعل به اضافه دیم دیرین باز واسه سوم شخصم دین هستش میزدن. دینیز دین و دیکلری اینجا هم اگه نگاه بکنید دو حالت رو داریم برای سوم شخص جمع که اگر مشخص کرده باشیم در اول جمله فائلمون مشخص باشه که جمع باشه شاید احتیاجی نباشه که در فعل هم مشخص بکنیم که جمع هستش ولی در صورتی که بخوایم مشخص بکنیم که در فعل هم مشخص بکنیم که جمع هستش حالت دیکلری رو خواهیم داشت اون هم به خاطر اینه که اصل فرمول اینی هستش که اینجا میگم خب بریم سراغ مثال همون زیاد رو فرمولا ها مانور ندیم راحت تر اوکی گل بری میشه از وقتی آمدم تا الان گردومدن بری یعنی از وقتی دیدهام تا الان یعنی از وقتی که مثلا فلان چیز یا فلان کس رو دیدهم گیدیندن بری از وقتی که رفته است تا الان اتوردوقو بره. بری از وقتی نشیده چیه نشسته درست کنم قریبه که نیستیدا از وقتی نشسته ایم تا الان اتور دوغموزدان بری کنشتوکلارندان بری از وقتی که صحبت کردند کنوش توک لارندان بریم بری این ممکنه دوتا فایل داشته باشه دغن که هستش دو تا فایل ممکن ممکن دوم شخص باشه ممکن سوم شخص باشه از بقیه جمله مشخص میشه که این چه خبره همین جوری مشخص نیست حالا من توی ترجمه سوم شخص چیز کردم اگه اینجا مثلا کلمه سن باشه میشه از وقتی که تو بیدار شدی خب از وقتی که بیدار شده است تا الان دوغ دو دان بریم از وقتی که به دنیا آمدم تا الان از میزدن بری از وقتی که پرداخت کردیم دویدوکلرندان بری از وقتی که شنیده اند سون گرشتویمزدن بری از آخرین باری که دیدار کردیم تا الان یه بار دیگه میخونم سون گو روش تویمزدن بری خب ها بری بری از وقتی خبر رو شنیدیم باکتکلارندن بری از وقتی که نگاه کرده اند اودایا گیردیگیمدن بری از وقتی وارد اتاق شدم احمد فیلم ایزلدگیندن بره از وقتی احمد فیلم رو تماشا کرده سون کنوشتوقوموزدان بره از آخرین باری که صحبت کردیم تا الان خب یه چیزی رو الان متوجه شدم موقع تلفظ کردن زمانی که حروف کلفت رو داریم کوموس زمانی که حروف کلفت رو داریم این یومشاد دقیقا به شکل غ تلفظ میشه اما وقتی حروف نازک رو داریم بیشتر شبیه یه تلفظ میشه ایزلدیندن کنش تو غمزدان. به این شکل مثلا اینجوری نمیشنوید کنش مزدان نمیشنوید ولی ایزلدیندن رو یه میشنوید اگر بخواید که دوستان ترکتون هم این نوشته ها رو بخونن متوجه میشید چی میگم زمانی که حروف کلفت باشه غ تلفظ میشه زمانی که حروف نازک باشه یه تلفظ میشه اینو خودم الان دقت کردم اوکی موفق باشید دوستان هر سوالی داشتید کامنت بذارید اه امیدوارم که سابسکرایب کرده باشید اگر سابسکرایب کردید زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که میاد رو از دست ندید چون من یک روتین مشخصی برای ویدیو سازی ندارم هر موقع که فرصت داشته باشم این کار رو انجام میدم ولی میتونید کامنت رو بذارید من هر سوالی که داشته باشید جواب میدم سوالاتتون میتونه راجع به درس باشه میتونه راجع به مهاجرت به ترکیه باشه میتونه راجع به خرید خونه و سرمایه گذاری ملک باشه در خدمتتون هستم سلامت باشید